کاری تا سر فرصت خدمت برسم. ایشالا اینجا بیلیتون خوش بگذاره. البته ای بابا آدم به این گندگی که برام کردین. خب حالتون چطوره؟ باتون چطوره؟ مرگا خوب تخم میکنن؟ هر کدومشون روزی دو تا تخم میکنن. بابا با دو تا؟ آره قربان خودشون با جفت تخم و مرگاش. ببینم باز که داری چه خام میکنی؟ تو به کارت برس. شما نرد نکنم. برو چشم مرحمت حال کنش. اومد خان بود تو ماشین. بله. ماشالله هزار ماشالله خیلی بزرگ شد. آره. خب چه اومده؟ دو سه ماه میشه. هی خدا بیامرز مرحوم مادرشو. همیشه آرزو داشت بفرستتش خارج. مثل این که همین دیروز بود. لابد حالا خیلی باسواد شده. بله؟ خب. بله. ولی رفت نگران کرده. چون اون مهر و محبت و عفیه که میون ما شرقی ها وجود داره تو وجود اون کشته شده. خب آخه رسم و رسومات ما با خارجی ها خیلی فرق داره. بله کشورهای خارج با اینجا خیلی فرق دارن. بلی دخترشون به قشنگی شما هست. از میون هزار تاشون یکیشون چشمای قشنگ تو رو ندارن. وای خدا مرگم. کجا رفتی؟ آقا جان همه صبر کن تا من هم بهت برسم. دیگه عرض داشتم آیا حضرت عالی تمایل دارید که من هنر و فن رانندگی رو به جناب عالی بیاموزم؟ البته که دلم میخوام. بسیار خوب. پس بگذار اینها رو بگذارم اینجا. این چمدان سبک رو هم بگذار زیر بقلت. حالا باید بدانی که دوتا مرغ چاق، دوتا نه سه تا و چهل تا تخم مرغ، یک کوزه دوغ و یک خیک ماست خدمت بنده بیاورید تا به شما بیاورید. خیلی خوب. هر وقت حاضر میکنم. همونطوری که دلم میخواست از اینجا خوب نگهداری کردیم. از زحمتتون ممنونم. امیدوارم بتونم یه روزی جبران کنم. اختیار دارین. این چه حرفیه؟ وظیفمونه. ما سلامتی شما رو میخواییم. وقتی شما به ویلاتون تشریف میارین من و دخترام خیلی خوشحال میشیم. هر خدمتی هم از دستمون بر بیاد کوتاهی نمی کنیم. سلامت باشی. خوب من با اجازتون برم ببینم دخترها برای شام شب چی کم و چست دارم. به خودتون زحمت ندید. اختیار دارین. اینجا قدمتون روی چشم. چی رو نگاه میکنی پسرا؟ هیچی پدر، هیچی. متوجه باش، چند بار بهت گفتم دخترای کلبلدی با تو برای من فرقی ندارن. مواظب باش دست از پا خطا نکنی که باعث آبروریزی بشه. البته پدر، متوجه. خاطرتون جمع باشه. آروم پیگان، آروم. چیزی تو گلوت مونده؟ نه. بیا برای شیره بردم بخور خوب میشه. کی میگه تو ده لیلی مجنون پیدا نمیشه؟ سلام، من نمیدونستم شما اینجایی. چه خوب مگه؟ بدت میاد که من اینجا؟ نه آقا، این حرفا چیه؟ برای شیره بردیاره؟ اینکه زحمت نکش، خسته میشه. بی وقت بود که یمچه شیری نخورده بودم. از پازره بدش من. از این شیرها هر روز برای من بیار. اگه به احترام باباش نبود دندوناش خورد میکرد. سر به سر اون نذار. مواظبش باش، اون چشماش ناپاکه. بعد جوری بهت نگاه میکرد. باهی Thank you.
مرام تو آسمون از تو کهکشون و بالا بالا دلم همشون رو میزنه چرا آروم نمیشه باز دیگه چه مرگشه چه بگم روم نمیشه آخ خدا خدا بشنو ای خدا حرفای مرام تو آسمون از تو کهکشون و بالا بالا صدات هم مثل خودت خیلی قشنگ. کجا؟ دیرم شده باید برم. باید بری. یادت رفته وقتی کوچیک بودیم مثل دوتا قمری همه جا میگشتیم ولی حالا مثل غریبه ها از ما فرار میکنیم؟ آخه حالا دیگه بزرگ شدیم. خب بی نه خوب نیست اگه کسی ما رو ببینه. ببینم مگه چه اشکالی داره؟ ایوه خدا مرگم بده این حرف. مگه چطور میشه؟ اون وقت یک کلاغ چهل کلاغ میکنن. آدم که نباید به حرف مردم گوش کنه. دست فرمون من بچه ها جون هم تو نداره. واسه من تو خیابون توی صحرا نداره. گاز میدم و دنده چوخ کنم مونند قرقی. بزدلی برای چوکرتون معنا نداره. حالا توضیحات بیشتر میدم از درون ماشین. پای چپ رو کانال، پای راست روی گاز، دست روی دنده. بس که تون میرم ماشین میشه بشخوپنده. خواهش میکنم برای بنده دست بزنید. متشکرم. و حالا میپردازم به معرفی کامل اتلمبی. رانندگان آینده حرکت به سوی بنده. اینو بهش میگن کاپوت ماشین. اینم دوتا چراغ نور بالا هم نور پایین. توجه کردی چه عرضه میدارم بچه ها جون؟ آفرین. حالا توجه به اینجا، این آنتنه، این گلگیرشه، این هم نمره، این دوتا برپا کنه، اینم دره، این هم دستگیره. او حالا یادم افتاد، چهار تا چرخ داره، چهار تا قلپاق، چهار تا تویی، چراغ خطر داره، دو تا سپر، یکی عقب، یکی جلویی. حالا حرکت دست بیرده، بفرمایید جلو. یک جک داره، یک دونه زپاس و یک بخوری. بله بیا جلو، یک موتور داره، یک رادیوت داره و یک دونه باتری. میلنگ داره، افتومات داره، توی داشبورتش آب نبات داره. حالا هر کی میخواد به شهر راننده باید مرغ بیاره برای بنده. اگر میخواد بشه شاگرد راننده تخم مرغ میارن از بنده. به من میگن راننده، به من میگن راننده. یادت رفت بگی بسطر لطفا از برای بنده دست بزنی. ما
متشکرم متشکرم باره کارلا بچه بابا جون. سلام دخترم، خسته شدم. بگیر اینو. بیا بابا. برمونه دست. یا علی. سلام بابا جون. علیک سلام دخترم. خدا قوت، خسته نباشید. راست راستی که خسته شدم، دیگه بنیه‌ای برام نمونده. خدا نکنه. از باغ تا اینجا چند جا نشستم خستگی گرفتم. به به چه بویی، چه غذایی. خدا شما دوتا رو از من نگیره. تنها دلخوشی من تو زندگی شما دوتا دختر خوب هستی. بابا جون، کدوم یکی از ما دوتا رو بیشتر دوست داریم؟ هر دوتونو دخترم مثل دوتا چشمام دوست دارم. مگه میشه آدم یه چشمشو بیشتر دوست داشته باشه، یه چشمشو کمتر؟ مگه میشه؟ قربون تو بابا برم. چه بابای خوبی. لای شکر خدایا، این زندگی ساده و این همه خوشبختی رو از ما نگیر. آمین. پس بیا لبه رو تو خونه، اونجا هیچ کسی نیست. نه، میترسم. از چی میترسی؟ ما میخوام در باره خودمون حرف بزنیم. تو رو خدا بذاریم برم، من میترسم یکی سر میرسه. خود بری که بعد از اون بیای لبه رو تو خونه. باشه باشه، میام. سب یادت نره ها، من منتظرت هستم. باشه. میخوام برم. ببینم دلت میخواد ازدواج کنی؟ با کی؟ با کی؟ معلومه میگی با من، فقط به وجود دوست داری یا نه؟ بگو تو چی؟ عاشق تو، تو رو میپرستم، تو رو منو دوست داری؟ آره؟ خیلی سب چرا فرار میکنی؟ منو تو دیگه نامزد شدی؟ نه، هر وقت خواستگاری کردی نامزد میشی. تازه باید شوال و انگشترم بیاری. ازت خواستگاری میکنم، بهت قول باور کن. باور میکنم، اما باید صبر کنی. برای چی؟
برای اینکه به مادرم قول دادم تا خواهرم آمن عروس نشه اسم هیچ مردی رو من نباشه. شاید اون به این زودی عروس نشه. اگه با من ازدواج کنی تو رو میبرم شهر، خانم خونه میشی، بچه دار میشی، بچه های قشنگ، بچه های مامانی و ملوس. اینه اون خوده بیرم بایستا. رانندگی رو به تو بیاموزم؟ برو به همون رقاصت بده. جون جون نانا نانا جون 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 نانا نانا جون جون قربون ننت بری توی یقفان جون رسیدیم دیگه. خواهش میکنم شما پیاده نشین، میخورین زمین. کیومرث خان من دارم به قشنگی را میرم دیگه. و جون عزیزت کیومرث خان چهار تا شنن نشون کردم که فردا میندازمشون بطور به مرگ تو. من از یکیشون خوشم اومده، اونم البته فقط برای یه شب. ما نه بگمان من بگمان من اگر برای ظهر باشد بیشترتر لذت داره تا این که شب، البته به صورت تحچین. آره دامت چین چینیه خیلی خوشگلتر بود. تو بمیره من چی میفرمایم؟ شما چی عرضه میداری؟ آرسته ببینم دهن من بمیره. ببینم ناخر قربان به نظر بنده که اصلا بو نمیده. البته شما باید یک جوری راه بروید که چه جور؟ که آقا جانت نفهمه که شما مستی. یکی من مستم تو هی تلو تلو میخوری. بنده پلو میخوری؟ ناخر تلو میخوری. چرا براتون میارم ولی اینجا اینجا شیر خوردن خیلی مزه میده. خوشگلی دختر. نه تو رو خدا جلو نیاد. چشمات سینه ها خودت میدونی چه بر قشنگ. نه تو رو خدا بلم کنی چرا همچین میکنی؟ الان مراد سر میره. نه دارون زاده داستتو بکش تو برود بیا افکن نون و نمک بابا تو خوردم و الا همینجا خفت میکردم. یه دفعه دیگه اینجا ببینم کشم خافه شو احمق دیمون بازم. ولش کن بذار بره بره گمشه. چوری چون نه چیزی نیست. چرا
به اونم چه شده عروسی رو جلو میندازم. اینا رو کجا میبرم؟ میبرم خدمت آقای کیومرس خان. بده من ببرم. برای چی تو ببری؟ بدهش من. بده به من. عجب دختری فضولی ها. لا لا الا الله. خیلی خوب باش. پس تو رفتی خدمت آقای کیومرس خان ها؟ منم حالا میرسم خدمت مرغ و خروس ها. میرسم خدمت مرغ و خروس ها. شاکرم ارادت کیشم توک نداری به ریشم. برای چی اومدی اینجا؟ مجله ها رو برات آوردم. قولی که به من داده بودی؟ کی از من خواستگاری میکنی؟ فعلا وقتی این حرفا نیست. حالا برو، ممکنه پدرم بیاد. پس تکلیف من چی میشه؟ امروز که خیلی کار دارم، یه روزی بالاخره با پدر صحبت میکنم. کی؟ هم فردا یا پس فردا. بالاخره یه روز که فرصت کردم ازت خواستگاری میکنم. فعلا برو. باشه میرم. اینقدر منتظر میمونم تا بالاخره یه روزی کار نداشته باشم. سلام آقا. علیکم السلام. چرا گریه میکنی؟ هیچی، چیزی نیست. بایسته ببینم با تو هستم آسیه. دانیچه ببینم چرا آسیه گریه کنون از اینجا میرم. من اطلاعی ندارم پدر. چطور میشه تو اطلاعی نداشته باشی؟ روز اولی که وارد ده شدیم من به تو گفتم کاری نکنی که آبروی چندین ساله من از بین بره. تو هیچ میدونی اگه اهالی آبادی بویی ببرن نقش تو باید با خودم ببرم. حالا اگه اون دست سر من ور نداره چی پدر؟ خسو بیشار سر تو عین او کپکه کردی زیر برف. فکر میکنی هیچ کس تو رو نمیبینه و از کارهای زشتت بیخبرند؟ امروز صبح رفتی سر وقت آمنه تو طویله، بعدم مراد خونین و مالین کردی. من فکر میکردم تو رفتی اروپا آدم شدی. در صورتی که انسونیتت هم از دست دادی فقط کسافت کاریای اونا رو برای من سوقات آوردی. پسر یه رزل زود با چمدونتو ببند. یادولا میبرت تهرون. دیگه نمیخوام بیشتر از این باعث ننگ و بی آبرویی بشی. یالا برو از چراغ چشمم دور شو. بازم که رفتی هم فکر بالاخره ماه زیر ابر نمیمونه. بگو چی شده؟ هیچ. خدا اینقدر آه و ناله نکن، آدم غمش میگیره. اگه اخماتو وا کنی یه موضوعی رو بهت میگم که فقط منو مراد میدونه. چه موضوعی رو؟ ناراحت نشو، خبر خوشیه. وای خدا بگم چی کارت کنه دختر؟ بند دلمو آب کردی. چی میخواستی بگی؟ بگو. فردا مراد برام شال انگشتر میاره. تو رو خدا، الهی شکر. مبارک ایشالا، امیدوارم سفید بخت بشه. کاش مادرمون زنده بود و تو رو تو لباس عروسی میدید. اینقدر آه نکش، من نمیتونم تو رو ناراحت ببینم. آمنه، آمنه بیا تو. میخواستم برم شهر، اومدم ببینم چیزی لازم دارین براتون بگیرم یا نه. نه، چرا این وقت شب تو بارون؟ باید برم بنزین بگیرم. چون مرز فردا صبح میخواد گورشو گم کنه بره. او که گفتی چیزی نمیخواد. نه چیزی نمیخواد. پس من رفتم. خداحافظ. خداحافظ. ای خدا جونم، کمکم کن. چی شدی؟ چرا ناراحت شدی؟ حالم خوب نیست، سرم داره گیج میره. حرف بزن یهو. چی شد؟ چی مهمه نیست؟ خدا حرف بزن. چی کار داری میکنی؟ کجا میخوای بری؟
من میرم بیرون هوا بخورم. این وقت شب چی کار داری؟ درسته که میخوای بری؟ آره، برام گرفتاری پیش اومده، حتما باید برم. من برات دعا میکنم، ولی کی برمیگرد؟ معلوم نیست. معلوم نیست؟ پس من چی کار کنم؟ فعلا چیزی نمیتونم بهت بگم. باید به من قول بدی، تو باید تکلیف منو معلوم کنی. چه تکلیفی؟ دیگه داری پا تو از حد خودت بیرون میذاری. برو دیگه، مزاحمم نشو. مزاحمت نشم؟ آره، برو گم شو. مرگه تیفونه، دیگه نمیخوام ببینم. برو گم شو. منو ترک نکن، هر کاری بگی میکنم. حاضرم کنین دوت بشم، اگه تو بری من میمیرم، من خودم رو میخوشم. به جهنم یه حیوان کمتر. اینجوری با من حرف نزن، من از خودم هم خجالت میگیرم. تو باید به من قول بدی، تو باید به من قول بدی. خیلی خب باشه، بهت قول میدم. دیگه بتا برو، برو کنار. برات شب و روز دعا میکنم، اما یادت باشه که همیشه منتظرت. جون مادرت بکن، نخور قربانت. نکن جون مادرت بکن، ولی کن دیگه. ماشالله به این تخمه. آها، یاد رو داری چی کار میکنی؟ دارم به تخمش میگم هزار ماشالله. ماشالله به این مرغه. ببین مرغه چه نازه. چشم تخماش مثال کازه. بارا بارا دنبال کارت. قربون چشمای خماره. چی گفتی؟ هیچی، عرض کردم سایه مبارک هم نشد. لطف اولی زیاد. بله قربون، همه جا دست گل به آب داده. باور کنین نسل هرچی مرغ و خروس از رو زمین ورداشته، واسه همینه که سر صدای همه در اومده. قربون، حالا این مرد که کدوم گوریه؟ این پسرانم تو ماشین معطل کردن. چند روزی نیست که شما اومدین اینجا، حیف این هوا نیست که میخواین به این زودی ده و ول کنین و بری شهر. نه خیلی کار دارم، باید برم. هر طور میلتونه، ولی خیلی دلم میخواست برای عروسی آمنه اینجا میموندین. اونه هاش داره میاد. ای بابا کمک کنید، چی میکنه جان من؟ این ضعیف ها افتاده به دنبال من. بله، سلام عرض میکنم. کجا بودی پسر؟ بنده جایی نبودم، همینجا در پشت سر جناب عالی. بنده مثل سویه شما، بنده که سلام عرضه داشتم خدمت شما، اما شما علیک نفرمودی به من. بنده خواستم در امری هست بفرمود شما. اینا چی میگم؟ کی؟ چی؟ من؟ من که ایچی نمیگم، شما چی میگی؟ اینا رو میگم، میگن مرغ و خروساشون رو دوست دیدی. کی؟ من؟ چرا تهمت بیجا میزنی؟ همشیر ها عقبی ها کی دیده که من مرغ بودیم؟ این چیه؟ اینا کی گذاشته تو پشتم؟ ای داد بیداد اینا چیه تو بستم؟ اینا کی گذاشته تو مشتم؟ من بده من مشکل دورو بکنم تو سریعه. بفشو در صندوق عقب و واکن ببینم. در صندوق عقب کلید گم گشته و دروانه. بده من ببینم. بفرمایید این هم سوالی چه؟ اما شرطی بنده پیدا کردید یک عدد صد تومانی از بنده دریافت بکنید. صد تومانی رو من کدوم صد تومانی را که خروس هم قربانه بگرد. بنده شرط کردم که اگر مرغ بود
عجل به تو مهلت نداد که دختراتو تو لباس سفید عروسی ببین، ولی بالاخره یکی از آرزوات و منت با لباس سفید به خونه مراد رفت. دعا کن، منم دعا میکنم که اون سفید بخت بشه، ولی من چطور از این تیر روزی رسوایی نجات پیدا کنم؟ کی پناه ببرم؟ با کی درد دل کنم؟ اگه به تو مادر قول نداده بودم که برای آمنت مثل یه مادر باشم و تا اون به خونه شوهر نرفته من پای سفره عقل نشینم، هیچ وقت اون نامرد دامنم و لکه‌دار نمی کرد. حالا چی کار کنم؟ بگو چه خاکی به سرم بریزم؟ باشو چوپی برسی، باشو یالا. فشار خونش بالاست، وقت تلف نکنید، هرچه زودتر اونو به بیمارستان برسونید. وسیله ای نداریم، چطوری اونو ببریم شهر؟ با کی؟ میگی چون اگه وجود داشت تو هیچ وقت منو بی‌سیرت نمی کردی. صبر کن دخترم، از من فرار نکن، من باید از تو خجالت بکشم که این پسر رزل بی‌شرف این بلا رو سر تو آورده. پدر اگه اجازه بدین من خفه شو. گریه نکن دخترم، اون باید با تو ازدواج کنن، وگرنه اونا از همه چی محرومش میکنن. خمو جان
اون نمیدونه من زندگیم و مدیون پدرت هستم. افسوس دلم نمیخواست اینطور پاداش و محبتهای شما رو بده. پدر جان شما هرچی بفرمایید من حاضرم. شما مریض هستین، خودتون رو ناراحت نکنید. گریه نکن، همه چی رو به راه میشه، تو عروس من میشی. قبل از مردن میخوام عروسی هر دوی شما رو ببینم. دستتو بده. نوشتی دخترم؟ بله. از قول منم به کلبلدی بنویس. سلام پدر عزیزم، ایشالا که حالتون خوب است. خیلی دلم برای شما تنگ شده، برای شما، برای آمنه خواهر عزیزم. پدر جون نمیدونم این خبر شماها را خوشحال خواهد کرد یا نه. این را از زبان آقا نواب می نویسم. فکر نکنید من بی حیا شدم. اگر خدا بخواهد تصمیم دارم با اجازه شما دخترتون آسیا رو به عقد کیومرث پسرم در بیاورم. الحمدلله. خدایا به کریمیت شکر، به رحیمیت شکر. تو چقدر بزرگواری. خدایا دخترم خوشبخت شد. تو رو شکر میکنم، تو رو شکر میکنم. الهی صد هزار بار شکر. آقای نواب شما سرور ما هستین. من آرزو دارم آسیه کنیز شما باشه، چه برسه به اینکه عرض شما بشه. لطف خدا شامل حال من شد که دخترم زیر سایه شما زندگی بکنه. چطور میتونم در مقابل این خوشبختی که به من ارزانی شده جز اینکه خدا رو شکر کنم حرفی بزنم؟ شما صاحب اختیارین، هر جور خودتون صلاح میدونین. اگه اونو به کنیزی خودتون قبول دارین من عرضی ندارم. خب الحمدلله. دیدی دخترم، پدرتم موافقت کرد. دیگه جای نگرانی نیست. حالا پاشو یکی از لباسایی که برات خریدم، یه خوشگلشو انتخاب کن و بپوش. یه دستیم به سر و صورتت بکش تا کیومرث ببینه چه زن قشنگی داره. شب دو نفری جشن بگیری. به به چه تشریفاتی. بس این که امشب خبراییه. بس امشب تو تنهایی جشن گرفته بودی ها؟ حالا من جشن تو رو کامل تر می کنم. من تا حالا مشروب نخوردم، بلد نیستم. خیلی زشته یه خانم با شخصیت بلد نباشه مشروب بخور. بیا بخور. اگه می خوای زن ایدئال من باشی باید مشروب رو مثل خانمای اشرافی بخوری. خب حالا برو برو. چیزی نیست، دفعه اوله. نباید یه دفعه گیر افتاد کنی، فقط باید گیلو تو تازه کنی. ببین اینطوری تموم شد. ببین من رفتم.
باید یاد بگیری. مگه نمیخوای یه زن ایدئال برای من باشی؟ چی؟ این دستتو بذار اینجا، اینم بدش من. خب شروع. سرای بیشرف بالاخره آدم نمیشه. بیا چیه؟ خسته شدم. چرا قش کردی؟ سرم داره گیج میره. من نمیتونم. پس تو به چه دردی میخوری؟ چطوری میخوای یه زن ایدار برای من باشی؟ من یه زنی میخوام که بتونم ببرمش تو اجتماع، رخ، قمار، شنا، همه چی بدونه. نه این که باعث ننگ و سرشکستگی من بشه. برنش گورتو گم کن و برو. اگرم پول میخوای بهت میدم که جبران تجاوز به ناموست شده باشه. بیا بگیر، بگیر و دست از سرم وردار و برگرد بده. ای چه صافت بیشرف، فکر کردی من یه زن هرزم یا با یه زن فاحشه طرفی؟ نامرد قلبم فدا. چی شده فدا؟ خبر بدی برات دارم. آقا نواب چی؟ نکنه؟ آره، آقا نواب مار. بازم که داری گرگه میکنی؟ چرا این لباس شوم از تنت بیرون نمیاری؟ آخه مردم چی؟ مردم هر غلطی میخوام بکنم. او وقتی که خود لعنتیش زنده بود همه چیزو در من کشته بود. حالا که تو با این کرونه پرستیات جونم و به لبم رسوندی. تو نه اون زنی هستی که آدم بتونه برای اجتماع بسازدت، نه زن زندگی هستی. تو اصلا به درد همون ده و دهاتی ها میخوری که گام بدوشی و گندم آسیاب کنی و نون بپزی. خیلی خوب، حالا عصبانی نشو، دیگه گریه نمی کنم. لباس سیامم از تنم بیرون میارم. تا حالا که هر چی تو گفتی من قبول کردم. بازم قول میدم هر جور بخوای خودمو برات بسازم. هر جام تو بگی من میام. باشه. الو. الو، سلام عزیزم، خودتی؟ میخواستم یه مشتهی بهت بدم. تو همیشه برای من خوش خبر. خب چی میخواستی بگی؟ امشب قراره یه جشن بگیریم، یه پارتی از اونایی که خوشت میاد. خب میای عزیزم؟ آره میام، آسیه رو با خودم میارم. همچین دکش کنم خودت کیف کنی. باشه. برو لباستو عوض کن، به خاطر من و تو شهناز امشب پارتی داده، باید بری. پارتی؟ پارتی چی؟ پارتی یعنی جشن. جشن؟ آخه پدر تازه مرحوم. آخه من از کیومرث اجازه ندارم آقا. من اجازه که شما رو گرفتم. چیز بدی؟ بفرمایید، اینم برای آبادگی کامه. بخوری. من رخت بلد نیستم، به خدا راست میگم. خودم بهتون یاد میدم خانم، اینطوری میگرمتون تو بغل و مثل یک پروانه پروازتون میگم. بفرمایید.
کنید، درست به آسمون نگاه کنید، چرخش زمین رو ببینید، ما هم باید مثل اونا بچرخید. دیدین؟ دیدین خدایی؟ پاکت رو دادن بدم به شما، به منم دستور دادن که هر دو کشید ببرین با ماشین برسونم تو. مندون دبا به فرما و برحمت کریوران. من به این امامزاده بعد اینکه بریم صاف شد دست از رقاصی میکشم، با تو میام زیر تا آخر عمر باهات زندگی میکنم. خب حالا تو بندایم به این امامزاده، به این امامزاده، تا زمانی که اسم تو روی این کله بنده است نه به تو خیانت میکنم نه. چی گفتی؟ یه دفعه دیگه قسم بخور. گفتم تا زمانی که اسم تو رو کله بنده است بهت خیانت نمی کنم. این چیه؟ اسم جناب عالی. نمکی؟ اسم منو نوشتی گذاشتی رو سرت، کلک میزنی، خیالت رسیده کور خوندی. یا نه صحنه آقا بریم بیرون. گفتم بریم بیرون. شما بفرمایی. نه خیر شما بفرمایی. آقا بعد من جلو برم. خب جلو زدی سرم شکستی میگی تو جی برستی؟ کجاشو دیدی؟ بعد از این پدرتو در میارم. من وقتی گفتم یا علی تو آخر عمرم هم یا علیه، ایشالله تو اول برج بدی این صاف میشه، بیریم تا یه زندگی پاک و بی درد سر رو شروع کنیم. ایشالله ای جلو تو بسا آسی خانم اینجا چکار میکنی؟ هیچی میتونم هیچ طور نشدم. وایستا کجا داره میری؟ با تو هستم آسی خانم، سب کن ما آینت کنم، نکنه تو معیوب شده باشی. آهای آسی، آسی از دوستان قدیم منه. چی؟ نه فهمیدم آسیه؟ نالو که همین حالا واسه من قسم خورد که هیچ کسی تو زندگیش نیست، اینم تو زرد از کار در اومد. آهای نفس که کیو مرتز جون من چی میخواد؟ با من چی کار داریم؟ چرا شما دارید گریه میکنید؟ من میخوام ببینم ایوی کردی یا نکردی؟ من که با شما کاری ندارم. پدرت من با تو کار دارم. پدرت من با تو کار دارم. جور من نظر؟ نظر؟ من ببینم اونجا نظر. این کیه؟ این آسیا خانم دیگه. یارو کیه مگه؟ تو همین حاله واسه من قسم نخوردی؟ بابا جان تو چرا انقدر کج خیالی میکنی؟ این همون آسیت که از دست کیومرث خان آسیت گونش زده و دامن پاکش لکه‌دار کرده. باره کنار ببینم. میگم به جان نمکی، به جان چوبکی، نمکت خورم کنه اگه دروغ بگم. نه چیه؟ آسیه از کی تا حالا اینه میشناسی؟ یه چند وقتی میشه. پس چرا تا اینو دیدی فرار کردی؟ خیال کردم کیومرث بهش گفته منو زیر موتور بگیره. من دیگه پیش اونها کار نمی کنم. من اخراجم، برای خودم کار می کنم. جای درد نگرفتی؟ نه دلم رو هر کی برده بابا خیلی خیلی درنگه
شب حالم خوش نیست. اگه مدیر به فهمه نرفتی سر میز مشتری برات گرون تموم میشه. مهم نیست بابا. حالا دیگه زبون در آوردی؟ پاشو برو سر میز مشتری. حالم خوش نیست. گفتم بلند شو برو. من خواهش نمیرم. کس شد؟ چی میزنی؟ اشبه گونه که گم کنه. چرا؟ برای اینکه نمیره سر میز بشینه. گفتم که اگه بخوای بیایی کافه باید بری سر میز مشتری. تمام آرتیستایی که تو کافه دارن کار میکنن از روز اول مثل تو بودن، ولی کم کم عادت کردم. بهت قول میدم یه روز روبروی مشتری اینجوری بشینی و براش چراغ بزنی که برات یه فیشورد بده. اون مدیر بدبخت فلک زدم گناهی نداره. اگه نتونه مشتریاشو راضی نگرداره صاحب کافه عذرشو میخواد. تو چی فکر میکنی؟ اینایی که از مردی فقط یه کلا شاپو و یه سیبیل از بناگوش در رفته دارن میان تو کافه میشینن برای چی؟ برای اینکه یه چتبل عرق سگی خالی کنن تو شکم کارت خورده شون یا غمشون رو فراموش کنن. نه به پیر نه به پیغمبر. پس برای چی میان اینجا؟ برای چی؟ عادت کردم. عادت به چی؟ عادت به من، به تو، به زنای دیگه، به بی‌حیایی، به لوندی. مگه زن نداره؟ چرا؟ شاید زناشون قشنگ نیستن ها؟ قشنگ نیستن؟ چه میدونی ممکنه زناشون از من و تو هم قشنگ تر باشن؟ پس چرا میان؟ دیگه چی میخوان؟ میان تو این هم مرغ ماهی خوار از تو لجن شکار کنن. ببینم تو که اینا رو میدونی واسه چی اینجا موندی؟ قرض دارم، یه سفره نذر کردم تا زودتر قرضمو بدم. بعد دست این یدالله رو که میگن آب دماغشو نمیتونه بالا بکشه، در عوضش یه دنیا صداقت و صفا داره، بگیرم و برم تو همون دهکوره شما و یه زندگی آبرومندی رو علم کنم. ایشالله. اگه جای تو باشم زودتر برمیگردم ده که بیشتر غرق نشه. دیگه روم نمیشه، من حتی از خودم هم خجالت میکشم. آسیه دختری نیست که تو رو فراموش کنه. نوشتم و از حال و احوال شما جویا نشدم منو میبخشین و علتش مرگ مرحوم آقا نواب بود. برای همین من جورم عروسی ما مدتی به تأخیر افتاد. من فکر نمی کردم کیومرث تا این اندازه آدم خوب و مهربونی باشه. یه منزل خیلی قشنگ به نام من خریده که انشاءالله به اتفاق مراد آمنه به تهران میاید و میبینید. از قول من به خدمت عمو رستم، سکینه بقام، فاطمه سلطان، مشروقیه و همه و همه آبادی سلام برسونید. خدایا صد هزار بار شکر که دخترم در ناز کبللی. تو که اینقدر صاف و ساده نبودی، ناسلامتی چند تا پیران از ما بیشتر پاره کردی. دختره تو تهرون این هم مرغ کرد شد، هرکی دست روش میذاره فوری کف میکنه. خفه خون بکش، دهن تو آب بکش نامرد. چرا بد و بیلا میگی؟ مگه من تنها میگم؟ اینو همه میدونم. من برای خودت میگم. میگی نه؟ گیباتو بر بکش برو ببین سر چه خبره. روی دهانتو بگیر، نظر تو رو دست بلند کنم. بگی بشین که عبلالی شکیر رو لعنت کن. لا اله الا الله. بسم ای تو نمیتونی جلو دهن صاحب مرده تو بگیری. خیلی خب بابا، بیا ما خفه میشیم. برو به تمرک. اما مگه میشه دهن همه رو بست؟ اسمال تو بگو بابا. ما چی بگیم؟
این که دیگه مثل کفر ابلیس عالمگیر شده. تو دیگه چی میگی لاش خور؟ خون بگی که هم بری به حرفای اونا گوش نگه بگی بشین بابا خون سرد باش. من گوش نمیدم، میدونم اونا دروغ میگن، اما مردم رو چی کار کنم که خیال میکنن حرفای خرمن دزدار راسته. اما شما ها که باور نمی کنید، میدونین که دختر من پاکه، دختر من پاکه، به همون خدایی که ما را آفریده دختر پاکه. آره تو میمیری، اصلا فرشته. ای مرش، عجب آدم های بیخوری هنو، مردم رو ناراحت می کنن، اینقدر جمع به دهن اینا نجا کبله، بلند شو، بلند شو، ناراحت نشو، بلند شو کبله. چاره ای ندارم هم رستم، به خاطر حرف مردم هم که شده میرم شهر. بلند شو بابا، بلند شو. نباشی. خیلی ممنون نمکی خانم. سلامت باشی. کجا؟ میرم پیش قدسی خانم پیرنمو بگیرم. یه نری دنبال عشق، امروز باید بریم سراغ جا. ببینم آقا پسر، خونه این نمکی کجا؟ اون یکیه. اونجا ممنونم. یا الله چی کار داری عمو؟ ببخشین من از ده اومدم، به هم گفتن دخترم اینجاست، اسمشم آسیه است. مال من آسیه ماسیه نمیشناسم، فقط میدونم یه دختر اینجاست که با نمکی زندگی میکنه، میگن یه وقتی تو ده بوده. حتما همونه، خودشه. برو اون اتاقمو. آهای نمکی خانم، با شما کار دارن. اینطور سر تو انداختی پایین اومدی تو؟ من پدر آسیم. پدر آسیه هستی که هستی؟ چی گفتی؟ پدر آسیه؟ آره از ده اومدم خانم، نشونی اینجا رو به هم دادن، گفتن دخترم پیش نمکیه. تو این محله نمکی زیاده، با نمک و بی نمکش و پیری میگن نمکی. دختر تو رو نمیشناسم. به من دروغ نگو، حتما پیش آمدی شده، بگو به سر دخترم چی اومده. من این همه راه فقط به خاطر اون اومدم، باید دخترمو حتما ببینم. گفتم نمیشناسمش، مگه حرف سرت نمیشه؟ حالا اون رو سگمو بالا میاره، از اینجا برو بیرون. آب من نگی کجاست، از اینجا نمیرم. راه عوضی اومدی پیری، برو پیش جنگی رو رمان تا بهت بگه کجاست. ببین خانم، آقای آبرو در میونه، تو آبادی شایع شده که آسیه فاحشه شده، میدونم که دروغه، اما اگر راست باشه ها با همین دستای خودم خفش میکنم، بعدم نعشیشو میبرم تو همون قبر سور ده خاکش میکنم. به من بگو دخترم کجا. من نمیدونم، بگو دخترم برسی بگم کجا فرار میکنی. من نمیتونم بری، کجا فرار میکنی زن دروغ رو. باید به من بگی دختر بدبخت، به من کجا؟ تا نگی دختر کجا؟ آره من آتنم، میتونه دختر من کجا؟ دیدم دخترت کیه؟ آسیه. من
اصلا اونو نمیشناسم. دروغی بهش آدرس منو دادن، گفتن دخترش تو این محل است پیش منه. چرا گوش به حرف مردم میدی؟ تو که دیگه ماشاءالله دنیا دیده ای پیر من. ای بابا، کاش به این دنیا نمی اومدم، کاش این دنیا رو نمی دیدم، وقت پیش اهل آبادی اینطور آبروم نمیرم. دیگه من بیچاره شدم. بیا بریم بیرون. خسته یه چایی بخور، حالت جا میاد. نمکی جون این دفعه برات. علیکه سلام مسجد الله. خدا رو شکر که تو رو دیدم. چطور از این طرف ها؟ راستش اومدم دنبال آسیه، همه به من میگن اینجاست. خوب شد تو پیدا شد. کجا بودی مسجد الله؟ عرض کنم که بنده رفته بودم به مریضان سر بزنم، یک چند تا مرغ براشون برده بودم. نمیدونی چقدر دنبالش گشتم، براش دلواپسم. اقلا تو به من بگو کجاست مسجد الله. ببینم قبل علی چند تا مرغ برام آورده ای. تو به من بگو آسیه کجاست، هر چند تا مرغ بخوایی تقدیمت میکنم. عرض کنم که من که از برای خیشتن نمیخواهم قبلی، برای یک مشمریزی که در این در و همسایه هستن لازم دارم. بگو آسیه کجاست، همه گفتر من پاکه. البته پاک و پاکه، هرچی گفته جوش در زیل خاکه. غلط کرده که گفته قبلی. بفرمایید بریم، من نشونت میدم که جای پر زرق و برقیه. آدم حرز میکنه یک همچی جای رو ببینن. یدالله نمکی جان، نونش بده، آبش بده، سرش ببر. دیگه چک قبول نمی کنم. چرا؟ برای اینکه تو به فکر پول من نیستی. اتفاقا چرا به فکر پول تو هستم؟ حتی با دیر کردش، ولی باید کار انحصار وراثت تموم بشه که من بتونم روی فروش اقدام بکنم. خب بالاخره یه کاری بکن خودت که بهتر. این چه حرفیه؟ باید کار قانونی طی بشه. بسا که موضوع قانون در میونه، دوستیمون به جای خودش. من دیگه نمیتونم صبر کنم، مجبورم روی چکات اقدام کنم. با این کارت زندگی من پاشیده میشه. خودت بهتر میدونی که تا به حال هرچی من از تو پول گرفتم خرج خودتو شهناز کردم. من این حرف سرم نمیشه. تو اومدی چی کار؟ چی این زن هر جای رنجی را داده؟ هیچ کس، من خودم اومدم، اومدم باهات حرف بزنم. تو از جون من چی میخوای؟ مگه نگفتم دیگه این طرف ها پیدات نشه؟ هرچیانگه بی سرپا. دیگه از این حرف ها گذشته، هرچی دلت میخواد به من بگی بگ. من فقط اومدم یه خواهشی ازت بکنم. خواهشم رو رد نکن. در تمام عمرت فقط یه لحظه به احساس و عاطفه، به انسانیت فکر کن. بازم صحبت از احساس و انسانیت. برو گورتو گم کن. ازت تقاضا میکنم، به من که رحم نکردی لااقل به پدر پیرم رحم کن. اون اومده شهر، آخه من براش نوشته بودم که ما میخواییم با هم عروسی کنیم. حالا اگه بفهمه من به اون دروغ گفتم سکته میکنه میمیره. ازت خواهش میکنم اقا من جلوی روی اون نشون بده که ما خیال ازدواج داریم. خواهش میکنم تو رو خدا این کارو بکن. قبول کن، من از تو خواهش میکنم، بهش رحم کن. باشه، برای خنده و تفریح هم بد نیست. داریم نزدیک میشیم قبلی جان. بفرمو پیادشو قبلی. خدا توفیقت بده. آها همینجاست قبلی، بفرمایید. ای درست خودشه، باید همینجا باشه، چون نوشته بود عمارت قشنگیه. شما نمیایی تو؟ بنده نخیر، قبلا عذر بنده را خواستم. بیرونت کردن؟ چی؟ سگ کی باشن؟ بنده را اخراج کردن. خب مرحمت عالی زیاد. خداحافظ. خداحافظ شما. های داد بیدار خدا آخر آخر این نوع بخیر. بازم
هم بردی ها. سلام عرض می‌کنم. سلام. چیه؟ چه می‌دونم. بازی تو بکن. به به. سلام. سلام سلام کبللی. دست شما رو می‌بوسم. چطور شد یاد ما کردیم؟ به جون شما من و آسیه هر لحظه منتظر اومدن شما بودیم که اجازه عروسی مون رو بدیم. اجازه مام دست شماست، شما سرور ما هستین. معلومه که مثل پدر مرحومتون قلب رعوف و مهربونی دارین آقا. اگه آسیه بفهمه خیلی خوشحال میشه. صبر کنید الان بهش میگم. صبر کنید آسیه. آه خدا رو شکر دخترم داره خوشبخت میشه. آسیه کجایی؟ چی کار داری میکنی؟ الان میام عزیزم. بیا ببین کی اومده. اومدم دی زود باش دیگه. خدایا کمکم کن. خب شما بفرمین الان میام. دروغگوها چطور بی خودی با هوچیگریشون میخواستن خونواده ما رو رسوا کنن؟ بی چشم روا نمک به هرما. من بهشون گفتم دختر من باکه. دختر من یه فرشته است. فرشته. پدر دخترم. خدایا شکرت الحمدلله. نمیدونی چقدر خوشحالم که اومدی پدر. فرد شب شب عروسی ما. اگه میدونستم چند تا مزگونچی هم با خودم میآوردم اینجا که بزنن و برخصن. بعدم میرفتن ده به همه میگفتن. همراهی میکنم. شما باید از این ریخ در بیاین. چون باید پدرزن من شیکترین لباسا رو بپوشه. باید یه جنتلمن واقعی باشه. ببینم پسرم میخوای اسمو عوض کنی بذاری در من تصور کنم بده. مبارکه. مبارکه. فقط یه دعا میتونم بکنم. الهی اونایی که عروسی کردن به پای همدیگه پیرشن، اونایی هم که تازه عروسی میکنن همیشه خوش و خرم باشن و از من پیر مردم پیرتر و پیرتر. مگه عروسی چه مغزی داره؟ ببینم تو شوهر کردی؟ پس وقتی که شوهر کردی مزهشو میچشی. اگه 30 سال پیش بود خودم مزهشو بهت میچشوندم. ای کبی جون شوهر چه مزه‌ای داره؟ ترشه یا شیرین؟ اگه دوستش داشته باشی خیلی خیلی شیرین از اصلم شده. اگه دوستش نداشته باشم چی؟ اون وقت مزهش خیلی خب بینوشیم به سلامتی عروس و دوماد. خوش باشی در زن عده. آخه من تا الان نخوردم. اینجا که ده نیست. از اون گذاشته کسی نمیفهم. ایش مثل خیلی های دیگه. اینم به خاطر شما. وای آتیش گرفتم. آخه
جونی با هم درخزیم من و تو به هم خوب میاد. آخه من از این رخزایی به هم بخوریم من بیاد میدم بیاد ببینیم چی کار میشه چشم داره سیاهی میره. آدم نیستن، اینا نه شرف دارن نه از انسانیت بویی بردن، اینا دارن تو رو مسخره میکنن پدر، برای اینکه این عروسی دروغه، دروغه. من به تو دروغ گفتم پدر، دختر تو پاک نیست. دامن دختر تو کیومرس لکه‌دار کرد. آره من یه زن هر دو هر جاییم. چی میشنم؟ چی میبینم؟ نه نمیتونم باور کنم. یعنی درست؟ کسفت بیشم پوف بروت بیاد. حیف اون مرد که پدرت بود، این مرد خوش قلب و ساده و مهربون که میخواست همه خوشحال و شاد باشن، اما تو یه خونواده بیگناه و مردم یه آبادی رو رسا و بدنام کردی. تو با همه اینا که دارو برت هستن، قلب پاک من و دخترم رو شکستی. این لباس رو تن من کردید که من پیر مرد و بشکای دختر بدبختم بخندی. بگیر بگیر پدر بلند شو بریم پدر. از گردش این روزگار
شکایت بی شما عمر و جوونیم رفته خیلی دلم گرفته زودتر اساسمونو جمع کنیم و از اینجا کوچ کنیم. یعنی برای همیشه از اینجا بریم؟ مجبوریم. هر جا بریم میتونیم کار کنیم و یه زندگی بهتری واسه خودمون درست کنیم. چشممونم به چشم اینا نمیافته. آره بعد از اون همه رسوایی که به سر ما آوردن دیگه موندن ما تو این ده اصلا صلاح نیست. چه کنم با دلی که شکسته به دلم کوه غصه نشسته چه کنم با غریبی قلبم که برام هر دری شده بسته از زندگانی خستم خیلی دلم گرفته از گردش این روزگار دارم شکایت پول بهش دادی؟ 250,000 تومان. به نظر من بهتر بود اموالش رو توقیف میکردی. نه اون وقت تو دردسر میافتادم. جلب بهتره، ممکنه از ترسش راضی بشه خونه رو به اسمم بکنه. پس من چی؟ من که این همه مواظب خودت و پولات بودم. خب منم در عوض برات خونه و زندگی درست کردم. من که نه، از اون گذشته. من و تو نداری، هر چی دارم برای خودت خوش کنه. اونجا رو از طرف اداره انحصار وراثت منزل و اموال آقای نواب و محرموم کردیم. برای چی؟ چرا؟ از فوتشون اموال منقول و غیر منقول رو به نام عروسشون خانم آسیه کردن. برای چی را بردن؟ این همه؟ پس خود چی؟ ببینم چی من اچمولو چون کنی؟ یه خورده قره بروته. نکنه خبرایی؟ زیارت خواهر جون. ها؟ ای بلا، پس چرا به من نگفتی؟ اون قربونت برم الهی. آخرش خودت فهمیدی دیدی؟ خیلی خوشحالم، ایشالله قدمش مبارکه. آخ، اگه اونم به قولش وفا میکرد. منم الان کی به قولش وفا میکرد؟ منظور کیومرسی؟ حرفشم نست. سلام علیکم. سلام کیومرث خانم، خدا رسون ببینیم میتونیم ترکش کنیم. سلام. سلام، خوش اومدین. از بعد مرگ پدر خدا بیامرزتون این طرف ها دیگه تشریف نیاوردین. خب کار داشتم، اومدم یه سری به خانواده کبللی بزنم. چی میگه کیومرث خان؟ اونا بعد از اون همه آبروریزی از خجالتشون بیچاره ها شبونه جلو پلاسشون رو جمع کردن و زدن به چاک. کجا رفتن؟
به همین جاشه که چه خرجی؟ والا این رفیق ما عادت داره مثل عروسا وقتی میخواد حرف بزنه زی لفظی بگیره. آه فهمیده. خیلی خوب حالا بگیم ببینم کجا رفتن. رفتن طرف قلعه بالای کوه. جون من میرم آب بیارم. تو دیگه نباید از این کارای سنگین بکنی. باشه خودم میرم آب بیارم. نه هنوز خیلی وقت داریم تا من مادر بشم. فعلا که کاله، نگران من نباش، زود بر میگردم. تو کاری نداره، زود گورتو گم کن از اینجا برو. گفتم با خواهرت کار دارم، بگو اون کجا. نمیدونم. حرف بزن دختر یه احمق، من باید اون ببینم. زندگی و آبروی من در خطره، میفهمین؟ از کی چه به حال به فکر آبرو هستی؟ بیا بری خواهشو برم کن. حالا بی آبروی رو نشونت میدم. کسافت. چی؟ همون که کسافت؟ شاید هم میری داد میزد. یه جوون شهری هم دنبالش کرده بود، رفت طرف قلعه خرابه. جوون شهری؟ آره. باز این پسره یه بیشرف سر کلش پیدا شد. قربونت برو ژاندارما رو خبر کن. باشه کجایی؟ بابا یه کفاره گناه اون مار خوشخط خارو بدی که باعث شد پدرم همه زندگیشو به اون ببخشه. کجا قایم شدی؟ Thank you.
شادی بیزارم درمت پدرمو بارا بکشم میکشم تو مرکشون خودتو با سرم خدرت شکست دخترم من دیگه نه